به خدا. سلام، من وحید رحمانی فرد هستم و این 25مین ویدیو از مجموعه آموزشی ریاکت جی اس هست که از طریق کانال آموزشی وی آر اف ادویکیشن تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. در آخرین گام از تبدیل کامپوننت های کلاس بیس به فانکشنال کامپوننت ها، سراغ کامپوننت اصلی برنامه یا همون اپ میریم. در این جلسه قصد داریم این کامپوننت رو به یک کامپوننت فانکشنال تبدیل کنیم. در این کامپوننت فقط از چی استیت استفاده کردیم که میتونیم خیلی راحت با استفاده از هوک یوز استیت اون رو هندل کنیم. اینو هم میگم که در چندین جلسه باقی مانده از این دوره آموزشی باز هم سراغ این کامپوننت میایم و یک تغییر زیرساختی در اون ایجاد میکنیم. آیا یادتون باشه تمامی درخواست های ما به سمت سرور در این فایل قرار داره که خب چندان مهندسی نیستش. این رویکرد رو باید تغییر بدیم. در جلسات بعد مفصلا در این مورد صحبت خواهم کرد. با ما در بخش عملی همراه باشیم. خب در این جلسه در آخرین گام از تغییر کامپوننت های کلاس بیس به فانکشنال کامپوننت ها به سراغ کامپوننت اصلی یا همون app.js میریم. خب یه کامپوننت خیلی عریض و طویل شده که باید یکم روش کار کنیم. ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم اینجا. خب اینو ببندیم کم کوچولو کنیم. بریم از اینجا. میگیم آقا ما دی کامپوننت که نمی‌خوام از بالا شروع کنیم، بیایم پایین. خب گفتیم برای تبدیل کردن، حالا از دو جلسه گذشته داریم این کارو انجام میدیم. اینو می‌خوایم بکنیمش فانکشنال کامپوننت. خب یارو فانکشن من اینجا تعریف می‌کنم دیگه، اکستند کامپوننت رو نیاز ندارم، چیزی هم ورودی نداره. خب این از این سایت خطا داد تا حالا به انجلو. برای استیت ها گفتیم ما میایم یه دوگانه تعریف میکنیم، یعنی چی؟ میگیم کانست یه چیزی مساوی با یوز استیت یه چیزی که همون دیفالت ما هستش. پس بالا من یادم رفت یوز استیت رو هم بعد ایمپورت کنیم. میگیم یوز استیت رو هم ایمپورت میکنیم اینجا. خب این دوگانه چیه؟ از اینجا شروع میکنیم. میگیم من یه یوزرزی دارم که وقتی میخوام بخونمش میگم یوزرز و برای مقدارش میگم ست یوزرز. دیفالت هم مثل همونجا یه دونه براکت باز بسته، لیست خالی. خب همین رو یک دو سه چهار تا کپی از این باید بگیریم. این شما کپی. خب میگه دیگه چی؟ میگه آقا یه دونه یوزر داریم و اینجا حالا ست یوزر که اینجا یه دونه آبجکت خالیه. بعد ریپوز رو داریم و اینجا میشه ست ریپوز و خب ریپوزم دوباره آرای خالیه، کاری باش نداریم. یه دونه لودینگ داریم و بعدم میگیم set loading. دیفالتمون فالسه و در نهایت هم یه دونه alert داریم. میگیم من یه دونه alert دارم و اونجا هم set alert. دیفالتشون هم ناله. خب این از استیت های من. خیلی راحت با use state اینا رو حل کرد. خب این هم پاک میکنیم دیگه، نیاز بهش نداریم چون که تبدیل کردیم به یه دونه فانکشنال کامپوننت. توابعی که اینجا تعریف کردیم به صورت این لاینی تابع در اون تا بعد پشت همش یه دونه کانست قرار بدیم. خب کانست ها رو اینجا میذاریم، اینا هم میگیم شما هم کانست و بعدی هم کانست و ست الرت هم کانست. برای ست الرت با ست الرت بالا یکی شده. حالا بعد یک فکر به حال شما یا این یا اون رو باید تغییر بدیم. خب فقط این مشکلی که هست اینجا تابع رندر هم دیگه وجود نداره. اینو من برم آخر کار حذفش کنم که یه دونه عملیات بیشتر نیست. اینجا رو هم بر میداریم و اینجا دیگه چون که خود استیت رو مستقیم داریم نیازی به دیستراکچر کردن اصلا ندارم و اصلا چیزی به نام دیستات استیت ندارم. خب بیام از بالا. اتفاقی که میفته اینجا دیگه من نمیخوام بیام دیستات ست استیت فلان، کافی بگم ست لودینگ ترو. پرانتزش رو هم نذاش برام ترو. اینو کپی کنیم، حالا چند جا بعد استفاده کنیم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ من یه دونه لودینگ فالس دارم، اون آیتم آخرم که اینجا با به صورت ابجکتی دادیم به تابع ست استیت و اینجا میگم ست یوزرز رز دات دیتا دات آیتم. اینا پاک میکنم. خب برای گت یوزر هم دوباره به همین صورت یه ست استیت ترو دارم و این قسمت میگیم که set user این بار res.data و set loading هم با false. خب اینو دیگه برمیداریم. کد های مدار خانه‌ای بیشتری میگیرم با این حالا سک و سیاق و روشی که داریم. خب اینجا دوباره یه دونه set loading true داریم و اینجا یه set loading false و set repose
res.data این هم برمیداریم. خب برای clear user هم false میکنیم و میگیم که set users این بار هم یه لیست خالی و این هم هست میشه. set alert، خب اینجا میگیم چی؟ میگیم set کن set alert که البته این هم خب گفتیم با اون یکی اینو میکنیم show alert. بچه پایین هم اگه از این استفاده کردیم و حواسون باشه عوض کنیم. خب میگیم که set alert کن این رو، alert بالا هم ناله، پس یه object میخوایم. میگیم که set alert کن اینا رو، یه object بهش میدیم، این رو هم برمیداریم. خب time out و اینها هم اینجا میگیم که توی تاوان set alert نال دوباره بعد از 5 ثانیه اون ناله اتفاق میفته. خب اینم از این. خب میام این قسمت دیگه اینجا خب چیزی به نام دیس دات استیت الرت نداره، خود الرت مستقیمه. اینها هم که دیگه دیس ندارن چون دیگه به صورت تابع درونی تعریف کردیم و بعضیشون استیت هستن. و خب چه جالب، برگشت سر جاش. بعد اینجا به جای استیت الرت بچا بگیم شو الرت، چون این تابعی است که می‌خواستیم پاس بدیم داخل دیگه، شو الرت. و بقیه ماجرا اینجا هم همینطور، دیس بعد حذف بشه، اینم به همین صورت و همین، مشکل خاص دیگه ای نیستش. حالا اگه فانکشنالیتی رو چک کنیم میتونیم اینجا بگیم که خب من دنبال آقای براد میگردم، سرچ کن، بله آورد، کلیر کار میکنه. اگه خالی بدیم این اتفاق هم میفته و بعد از 5 ثانیه میره دوباره دنبال براد میگردیم. بیا برو توی صفحه مور، برگرد هوم که خومیم، about هوم، همه چیز اوکی مثل قبله. پس من آخرین کامپوننت هم توی کلاس بیس بود رو به فانکشنال کامپوننت تبدیل کردم با استفاده از یوز استیت ها و استفاده ای که اینجا داشتیم، همه چیز رو تغییر دادیم، اینو کارهای خودمون رو سعی کردیم بهتر کنیم با استفاده از هوک یوز استیت. خب از این به بعد حالا کاری که می‌خوایم بکنیم به این قسمت مربوط شد. حالا دقت کنید بچه، من این کامپوننت اپ دارم که همه چیز توی این گنجونده شده. حالا برای پروژه کوچولو یا حالا حتی تا سایز متوسط، البته خب خیلی بعید میدونم، مناسب هست این، بعد نیست همه اینجا هستش و دم دست هر کاری بخوایم بکنیم میتونیم انجام بدیم. اما اگر این پروژه یکم بزرگتر بشه اذیت کننده است. این شلوغی که اینجا هستش اذیت میکنه و اصلا توی همه زبان‌های برنامه نویسی، نه حالا این لایبرری ریاکت، نه همه جا، باید هر چیز رو ما میتونیم سر جای خودش قرار بدیم، همه چیز رو ماژولار کنیم. خب برای حل این مشکل هم میریم سراغ حالا هم ریداکس رو هم کانتکست ای پی آی رو داریم که تو این دوره آموزش ما روی کانتکست ای پی آی ها میخوایم تمرکز کنیم، ببینیم با استفاده از اونها چطور میتونیم کدمون رو ساخت یافته تر و حالا استاندارد ترش بکنیم. خب امیدوارم که مطالب این جلسه مرتجعتون قرار گرفته باشه، با ما در ادامه این دوره همراه باشین تا به بررسی کامل کانتکست ای پی آی ها بپردازیم. خدا نگهدار.